با درودی دوباره خدمت یکایک که شما خوبان و نازنینان. سعید بهوانی هستم در این روز دوشنبه. دوشنبه جمعه است آقا، چی دوشنبه؟ امروز جمعه است. جمعه است و پایان هفته است. جمعه 14 سپتامبر 2018 برابر است با 23 شهریور 1397. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما خوبان و نازنینان واقع شده است. امروز همطور که به عزت رسوندم، به حال روز خداحافظی موقت است با شما به خاطر سفری که در پیش داریم. همطور که عرض کردم تلاش میکنم در طی این سفر اگر امکان اینترنت باشد مسائل رو همینطور ادامه بدیم تا اونجایی که امکان داره. اگر مشکلی بود که برنامه را حتما ضبط میکنیم و در آرشیو و تکرار برنامه ها قرار خواهیم داد که شما از ما لحظه ای دور نشید و ما هم همچنان در کنار شما بتوانیم زندگی کنیم. فکر کردم ما سالهای گذشته این کار رو میکردیم، ولی امسال یه قدری غفلت کردم و در پیش از مراسم و آغاز کنگره های سالانه به سراغ شرکت کنندگان می رفتم و ازشون می پرسیدم برای چی میری، به چه دلیل میری، ولی امسال این امکان دست نداد. بنابراین این ساعت رو میریم خدمت آقای منوچهر یزدیان نازنین از حزب سکولار دموکرات ایرانیان. میدونی که در این مراسم روز جمعهش کنگره حزب هم هست و روز شنبه و شنبه گرد همایی سکولار دموکرات هست، همایش سکولار دموکرات هست. اجازه بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای یزدیان، سپاسگزار باشیم ازش به خاطر این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار داده تا بتونیم در حقیقت گفتگویی با این نازنین داشته باشیم. آقا من به شما عرض ادب و احترام دارم، سلام میکنم به شما. درود بر شما جناب بهبانی گرامی، خیلی سپاسگزارم از اینکه این فرصت رو به من دادید که با شما باشم در برنامه شما. همچنین درود میفرستم به همه هممیهنان و بینندگان شما که این برنامه و برنامه‌های شما رو دنبال می‌کنن. در خدمتتون هستم. من تصویر شما رو ندارم. نه، این یه چیز طبیعیه. بسیار ممنون. عرضم به حضور شما که بله، علی خصوص عزیزان ما در ایران که این برنامه‌ها رو دنبال می‌کنن. عرضم به حضور شما که ما همیشه می‌پرسیدیم از دوستان که چرا به این کنگره میری. اما از شما دیگه لازم نیست بپرسیم، برای اینکه من شما رو دنبال میکنم و میدونم که سالهاست که در این کنگره ها شرکت میکنه. فهم میکنم از سال، اگر اشتباه نکنم، 2016 شما در کنگره ها شرکت کردید، درست میگم؟ 2015 بود که شما رو دیدیم در فرانکفورت. دقیقا. و 2016 در هامبورگ بود، 2017 در کلن بود. امسال چه برنامه شما به عنوان، فکر میکنم که ناظم این کنگره منصوب شده اید، چه برنامه هایی در پیش است؟ بفرمایید ببینیم که از زبان شما بشنویم شیرین تر است. ببینید این کنگره ها، کنگره های این کنگره، کنگره ششم هست و اینجا و اونجا گاهی وقتا میبینم که دوستانی هستن، ایرانی هایی هستن، از واژه کنگره انتقاد میکنن که چرا کنگره. من فکر میکنم کنگره یعنی یک همایش، یعنی یک گرد همایی. به غیر از این اسم خاص شده تو بعضی از کشورها، حتی احزابی هستن که اسمشون کنگره است. ولی دوستان ما که به خصوص دوستان مسنتر ما که با کارهای حزبی آشنا بودن، به نظرشون میاد که واژه کنگره فقط واژه‌ایه که در خدمت احزابه، این شکلی نیست.
کنگره سکولار دموکرات ها که این شیشومیش هست هر سال برگزار شده، کنگره بوده با دعوت عموم از همه سکولار دموکرات های ایرانی که با هم جمع بشن، دو روزی رو در کنار هم باشن، با هم به گفتگو بشینن، با هم صحبت کنن، همدیگر رو به چالش بکشن. و این اتفاق افتاده تا سال پیش که سال 2017 بود در کلن در آلمان، و در جمعبندی و پایان این کنگره پنجم در کلن مسئله تشکیل مهستان مطرح شد توسط آقای نوریالا، و مهستان از اون تاریخ به بعد شروع به تشکیل کرد و فکر می کنم که اولین جلسه عمومیش رو در نوامبر 2017 برگزار کرد که خود شما تشریف داشتین و این برنامه رو به طور زنده از طریق تلویزیون میهن برای هم میهنان ما در ایران یا در هر جای دنیا که هستند پخش کردیم. امسال کنگره جنبش سکولار دموکراسی ایران میزبانش مهستانه، یعنی همون مهستانی که از درون کنگره پنجم بیرون اومد خودش امسال شده میزبان این کنگره. در طول این دو روز، یعنی 22 و 23 سپتامبر شنبه و یک شنبه آینده، نه فردا بلکه هفته آینده، در چهارچوبه بحث هایی که در مهستان مطرح شده در طول حدود یک سال گذشته از تشکیل مهستان و برنامه ها بر این اساس تنظیم شده، و البته مهمانان و سخنرانان دیگه هم میتونن در جریان در طول تمها و موضوعاتی رو که این چهار قسمت کنگره هست صحبت کنن. چرا میگم چهار قسمت؟ برای اینکه هر روز از کنگره به دو قسمت صبح و بعد از ظهر تقسیم شده و در هر پنلی، در هر بخشی از این، در یک روز که دو تا پنل هست، تم بخصوصی رو داره که مسئله متمرکز هست و به روی این موضوعات مختلفی رو که این پانل قراره که این پانل ها قراره مطرح بکنن. در پانل اول، یعنی در روز شنبه 22 سپتامبر، بعد از خوش آمدگویی ها و صحبت هایی رو که افراد مختلف از جانب کنگره محلی که خانم شهناز شاهبخشی صحبت می کنن، بعد آقای محمد فارسی، ناخدا محمد فارسی، از جانب شورای مدیران مهستان صحبت می کنن، و طبق روالی رو که داریم آقای حسن اعتمادی که در حقیقت سرپرست کمیته برگزاری کنگره هستند صحبت خواهند کرد، و بعد این بخش از برنامه که تا ساعت 12 طول می کشه سخنران پایانیش آقای دکتر اسماعیل نوری علا هستند که راجع به آنچه بر اپوزیسیون انحلال طلب و سکولار دموکرات ایران می گذرد یا گذشته است صحبت خواهند کرد، و سپس شخصیت هایی رو که خودشون مایل باشند اسم نوشتن قبلا یا اسم می نویسند در همونجا می تونند صحبت کنند. بعد یک آنتراکت یا استراحت 2 ساعته هست. ساعت 2 دوباره اون پنل اصلی که مربوط به بحث درباره قانون اساسی شروع میشه. در این قسمت میخواستم این توضیح رو بدم جناب بهبهانی به بینندگان شما که قصد مهستان این نبوده که بشین قانون اساسی آینده ایران رو بنویسه. آنچه که برای مهستان مهم بوده اینه که توقعات سکولار دموکرات ها از یک قانون اساسی سکولار دموکرات رو تدوین بکنه. حالا این قانون اساسی یا پیشنویس قانون اساسی از جانب هر شخصیت، سازمان، گروهی رو که نوشته باشه فرقی نمیکنه. ما انتظارات خودمون رو از یک قانون اساسی سکولار دموکرات که در طول این یک سال گذشته راجبش صحبت شده
در کمیسیون قانون اساسی به سرپرستی خانم دکتر نیره انصاری این رو به طور مشروع مطرح میکنیم در این بعد از ظهر روز شنبه توسط خانم نیره انصاری. در قسمت بعدی خانم شکوه میرزادگی سخنران هستند که راجع به طرح پیشنهادی در مورد میراث فرهنگی صحبت خواهند کرد که خانم میرزادگی اسمشو گذاشتن هدیه‌ای به اپوزیسیون حکومت اسلامی. بعد از سخنرانی خانم میرزادگی آقای دکتر جلال ایجادی درباره میراث طبیعی و محیط زیست صحبت خواهند کرد و بعد از اون بحث عمومی که شخص و شخصیت های حاضر در جلسه میتونن سوالاتشون و پرسشاشون رو مطرح کنن یا نظراتشون رو بدن. تا اونجایی که وقت اجازه میده تا ساعت 5 بعد از ظهر به وقت فرانکفورت روز یک شنبه یعنی روز بعدش 23 سپتامبر در بخش صبحش در واقع توقعات مهستان از شورای رهبری مبارزه مطرح میشه. یعنی ما نمیگیم که ما شورای رهبری هستیم یا میخوایم شورای رهبری رو همینجا تشکیل بدیم. دقیقا مثل بحث قانون اساسی میخوایم بگیم که سکولار دموکرات ها چه انتظاری از شورای رهبری مبارزه دارند یا باید داشته باشند. این شورای رهبری مبارزه از طرف هر گروه و هر سازمانی که تشکیل بشه ما میزان و معیاری داریم برای چک کردنش، برای بررسی کردنش و اینکه در چه جاهایی با موازین سکولار دموکراسی میخونه و در چه جاهایی نمیخونه. ما انتظاراتمون، توقعاتمون رو بیان میکنیم. سخنران این قسمت آقای حسن اعتمادی هستند. آقای حسن اعتمادی در حقیقت رئیس شورای مدیریت مهستان هستند و بعد از صحبت‌های آقای حسن اعتمادی مسئله برمیگرده به دولت دوران گذار یا دولت موقت. در اونجا هم دقیقا ما مجدداً انتظارات و توقعات سکولار دموکرات ها رو از یک دولت دوران گذار مطرح خواهیم کرد. یعنی تمام مباحثی رو که در ماه‌های گذشته در کمیسیون دولت موقت در مهستان انجام گرفته توسط آقای حسن دانشور عضو شورای آلترناتیو مهستان بیان خواهد شد. پس از آقای حسن دانشور آقای ایمان فروتن طرحی دارند درباره کنگره با عنوان کنگره معتمدین و آقای ایمان فروتن طرحشون را در این پنل مطرح خواهند کرد. طبق معمول پس از صحبت آخرین سخنران بحث عمومی شخصیت های حاضر در جلسه است. در بخش پایانی که ساعت 2 بعد از ظهر روز یک شنبه شروع میشه درباره فکرهایی هست برای برنامه کار سال آینده مهستان که من عهده‌دار این وظیفه شدم و پس از این صحبت راجع به برنامه آینده مهستان خانم پگاه امینی نظراتی رو مطرح می‌کنند در مورد آزادی پوشش و پس از ایشون خانم سپیده قیاسوند نظراتی رو مطرح می‌کنند در مورد زنان ایران و سپس آقای علی گلی طرحی رو مطرح می‌کنند نظراتی رو مطرح می‌کنند در مورد جوانان ایران. پس از این سخنرانان مجدداً بحث عمومی شروع میشه و در پایان وقتی داده میشه و بر طبق سنتی رو که در کنگره ها بوده آقای نوریالا جمع‌بندی میکنن کار این کنگره دو روزه و ساعت 5 بعد از ظهر روز یک شنبه 23 سپتامبر با نواختن سرود ای ایران این کنگره پایان میپذیره. نمیدونم خیلی صحبت کردم آقای بهبهانی، اگر واضح بود یا واضح نبود بفرمایید، من در خدمتتونم. بله، به کی از
موضوعات جالب این سلسله نشست ها، همایش ها، هر چه اسمش از کنگره یا هر اسمش اطلاق بشه، اینه که برای شخص من خیلی جالبه، برای اینکه حدودا من همیشه شاهد بودم در این نشست ها چیزی بالای 100 نفر، 150 نفر شرکت میکنه. من در جای دیگه ای چنین چیزی رو به راستی ندیدم، یعنی اینکه آدما از جیب خودشون خرج کنن، از راه های دور و نزدیک بار سفر ببندن، بیان در این جلسات شرکت کنن، دید و بازدید کنن، همو ببینن، ابراز نظر کنن. این پدیده نوعه، تا حالا چنین چیزی نبوده. یعنی کنگره ها بوده، ولی این کنگره ها معمولاً به این شکل بوده که آدم ها رو دعوت میکردن، خرج سفرشون رو میدادن، یه مهمونی بوده به خرج میزبان. و همیشه شاهد بودم که میان و این عین چیزیست که با چشمای خودم دیدم، طرف میاد در هتل شیک مستقر میشه و بعد یه خوشبشی میکنه و خودشو نشون میده و بعد از اینکه جلسه شروع میشه اون آدمه میگه ببخشید من یکی از دوستان و فامیلم اومده، من برم و بر میگردم و میره با دوستاش به گردش و تفریح و اینها و آخر شب دوباره بر میگرده و میگه خب چه خبر بود و فردا هم همینه. یعنی در نتیجه به خرج میزبان اینها میان و میرن به دیدار دوستا و کارهای شخصی خودشون. ولی این جالبه که آدما میان با خرج خودشون میان و دور هم جمع میشن. این تیکه برای من تازگی داره، یعنی ندیدم تا حالا. فکر میکنی جذابیتش چیه؟ چرا آدما این کارو انجام میدن؟ خودت برای چی این کارو انجام میدی اصولا؟ و چرا دیگران هم همین کارو انجام میدن؟ آقای بهبهانی، من فکر میکنم که این به یک فیلتر نامرئی مربوطه. این فیلتر نامرئی اینه که از اون وقتی که شما مجبور باشی برای یه کاری زحمت بکشی، هزینه بذاری، از وقت تو، از زندگی خود و خانواده بگذاری برای این که کاری رو انجام بدی برای جامعه، این مسئله برمیگرده به یک عشقی رو که داری. وقتی مطرح میشه در یک جا، فرض میکنیم یک شب شعری هست، شما در کالیفرنیا زندگی میکنید، فرض میکنیم در واشنگتن، اگر شما برای یک شب شعری به واشنگتن برید که مثلا در اونجا یک شاعره که مورد علاقه شما هست اومده و شما میخواین پای این شعرها بشینید و از نزدیک این شاعر رو ملاقات بکنید، این عشق شماست که شما رو با صرف هزینه زیاد از کالیفرنیا تا واشنگتن، احتمالاً یکی دو روز در اونجا هتل باید داشته باشین، خرجش رو بدین و و و و. ولی در کنار شما افراد دیگه‌ای هستند که دلشون میخواد که توی این شب شعرها یه جورایی بیان، ولی حاضر به دادن هزینه نیستند. بنابراین در اون شب شعر فرضی ما که آقای بهبهانی شرکت میکنه، در حقیقت جمع عاشقان هستند و اینا معمولا پایدارن، یعنی بازم میان، بازم میان. این جنبش سکولار دموکراسی ایران، این کنگره ها، حداقل من از 4 تاش دقیقا اطلاع دارم، اینجوری تشکیل شده. افراد اومدن به هزینه خودشون و از وقتی که شما آقای بهبهانی هزینه کار رو میدید، احساس صاحب خونگی میکنید. تا وقتی که من همه کار رو برای شما بکنم، بلیت هواپیمای شما رو بفرستم، هتلتون، اینها، شما مهمون من هستید. و اون همایش های دیگه رو که گفتید که خیلی هاش یک بار مصرفه، اون برمیگرده به اینی که خب مهمانان میان تا یه جایی، بعدم دیگه ادامه کاری نداره، خود میزبان هم ادامه کاری نداره. ما خوشبختانه در جنبش سکولار دموکراسی افرادی رو داشتیم از همین عاشقانی که گفتیم،
اینا بدون اینی که یک نمیدونم سنت یا دلار یا ریال از جایی گرفته باشن، تمام هزینه ها رو از خودشون دادن و اینا مثل دیگران بودن. و شما وقتی هزینه خودت رو برای کار دادی، خیلی سخت خواهد بود برای من که از شما بخوام که یا شما خودت بخوای اینا رو انجام بدی برای من. اینا این جمع عاشقان به این خاطر مونده. و بعد مسئله شفافیت جنبش سکولار دموکراسی از روز اولش مسئله شفاف بوده. شما اگر به نشریه جنبش دقت بکنید، میبینید که این نشریه جنبش اکثر نوشته هایی رو که علیه شخصیت های سکولار دموکرات هست رو چاپ میکنه، منتشر میکنه. یک شفافیتی رو داره، اونا رو سانسور نمیکنه، چون به شخصیت یک شخصیت سکولار دموکرات اعتراض کرده، انتقاد کرده. البته من راجع به انتقاد صحبت میکنم، نه راجع به فحش و بد و بیرا که اونا اصلا جای منتشر کردن رو ندارن. همین کار در کنگره بوده، یعنی بدون اینی که هیچ سناریویی رو غیر از این صحبت‌های برنامه‌ای رو که من الان به طور شفاف دارم میگم و همه اینا رو که گفتم از قبل روی سایت مهستان و سایت کنگره هست. فکر می‌کنم مردم این شفافیت رو می‌بینن، یعنی می‌بینن چیزی پنهان نمیشه، نقشه پنهانی نیست، نمیدونم یک نیروی جهانخواری نیست که اینها رو تیر کرده باشه که با هم جمع بشن، نمیدونم از این داستان ها خوشبختانه نبوده. من فکر میکنم که یکی از مشخصه عاشق بودن این افراد رو گفتم و بعد مشخصه غیر وابسته بودن و شفاف بودنشون هم گفتم. خب این مردم میان به این شکل، میان دو روز با هم هستن و بعد از دو روز میرن، ممکنه که اونجا دوستای دیگه ای هم پیدا کنن، دوستای جدید رو پیدا بکنن، با هم بحث کنن، با هم لابیگری بکنن برای گروه های سیاسیشون از بین سکولار دموکرات ها، چون افرادی که توی این نشست ها میان احتمالا از گروه های مختلف سکولار دموکرات هستن، فقط مربوط به یک جریان خاص نیست. نمیدونم پاسخ سوال شما رو دادم یا نه. بله، خب به طور ملموس معلومه که پاسخی میدین. ولی نکته دیگه ای که میخوام از شما بپرسم اینه که خب ما هر سال جمع میشیم دور هم دیگه و گفتم یه دید و بازدیده، هدف قائی نهایی چیه از این دید و بازدیدها به نظر شما؟ انتظار چه چیزی را آدم باید داشته باشه؟ فقط اینکه دید بازدیده که این کمکی به حال مردم دردمند ایران نمیکنه. فکر میکنی چه هدفی رو باید در این دید و بازدیدها دنبال کنه؟ خود شما چه هدفی رو دنبال میکنی؟ بله، ببینید، کنگره امسال در شرایطی برگزار میشه که اوضاع ایران به شدت بحرانی هست، رژیم در حال فروپاشیه، اقتصاد ایران فروپاشیده هست، گرانی، بیکاری، هوای آلوده، بیماری و تمام این مشخصاتی رو که میشه گفت در این جامعه وجود داره. از دیماه سال گذشته شمسی وضعیت مردم به صورت دیگه ای، وضعیت اعتراضی مردم به صورت دیگه ای در اومده. مردم علنا اعتراض میکنن، علنا خواهان برکناری حکومت اسلامی در ایران هستند، عملا فریاد زدن که ما به هیچ کدوم از جناهای حکومتی و جناهای اصلاح طلب یا نمیدونم اصولگرا یا سنتی باور نداریم. مردم دنبال یک تغییر هستند، تغییر نظامی که در ایران هست. در این شرایط حساس از داخلی و از شرایط خارجی به شدت بحرانی است، خیلی خطرناکه. روابط بین حکومت اسلامی و همسایگانش به شدت وخیمه، از عربستان سعودی گرفته، افغانستان گرفته،
و حتی بخشی از عراق گرفته، به شدت بحرانیه. از سوی دیگه ایالات متحده آمریکا به عنوان یک کشور قدرتمند به لحاظ اقتصادی، نظامی و سیاسی با این دولت جدیدش که آقای ترامپ نمایندش هست، سیاستی که آقای اوباما داشت رو تغییر داده. آقای اوباما سیاست مدارا با حکومت اسلامی رو داشت و با اون قضیه برجام یک تضمین ادامه 25 ساله این حکومت رو داده بود. این دولت جمهوری خواهان، دولت آقای ترامپ، این بازی رو فعلا به هم زده، فعلا به لحاظ سیاسی به هم زده. هنوز اقداماتی رو که کرده اقدامات ناچیزی بوده در زمینه تحریم ها، ولی گویا در ماه نوامبر قراره که مسئله تحریم نفت و اینها هم باشه. در این اوضاع بحرانی اونچه که خودش رو نشون میده به عنوان یک ضرورت تاریخی، رهبری مبارزه مردم ایران هست در داخل ایران. این رهبری به چه صورت باید باشه؟ آیا در داخل ایران نیروهایی وجود دارند که بتونن مبارزه مردم رو رهبری بکنن؟ به نظر میرسه هر نیروی رهبری کننده مبارزه مردم برای تغییر حکومت اسلامی با سرکوب شدید و خونین حکومت اسلامی روبرو خواهد شد. بنابراین قضیه برمیگرده به خارج از مرزهای ایران، کشور ایران. خب اکثر گروه ها، شخصیت های سیاسی همین الان به این اندیشه هستند که چطوری میشه یک شورای مدیریت، یک شورای رهبری کننده تشکیل داد. مهستان کاری رو که در این زمینه کرده ریختن برنامه ای هست برای طرح توقعات نسبت به اون شورای رهبری دولت موقت. انتظاری که میره این هست که، برمیگردم به پرسش شما، انتظاری که میره از این کنگره اینه که با این اسنادی رو که بر اساس مطالعاتی رو که مهستان کرده، بحث‌های طولانی رو که کرده، بتونه به مردم ایران، به خصوص به مردم ایران بگه که ما انتظار چه چیزی رو باید داشته باشیم، و بعد مردم بتونن بر اساس این طرح، بر اساس این توقعات تشخیص بدن که چه جریانی میتونه اونها رو رهبری بکنه. انتظاری که ما داریم در این مرحله تا کنگره فرانکفورت در سپتامبر این هست که ما این توقعات و انتظارات سکولار دموکرات های داخل ایران رو و خارج از ایران، ولی نگاه ما به اونجا هست که اونها میزانی داشته اجازه بده ببینیم یه اختلالی در اینجا ایجاد شد، ببینیم که این اختلال علتش چیه. اجازه بده من شما رو یه لحظه دیگه بیارم روی صفحه ببینم این مشکل از کجا آغاز شد و چرا آغاز شد. یه لحظه با پوزش از شما نازنین. به اینجا یه مشکلی هست، من تلاش خواهم کرد که این مشکل رو حل بکنم اگر بتوان. خب اجازه بدیم ببینیم که خیلی هم عالی. دارم مشکل هرش به میفرمودید آقا. بله من راجع به توقعش از این کنگره رو میگفتم. شما از من پرسیدین چه توقعی داری، چه کار خواهد شد. من فکر میکنم با طرح توقعات ما از قانون اساسی آینده ایران، از شورای رهبری کننده مبارزات مردم ایران،
و از توقعات از دولت موقتی رو که باید تشکیل بشه که دوران گذار از زمان برکناری و انحلال و سرنگونی حکومت اسلامی تا زمانی که یک پارلمان ملی تشکیل بشه و یک دولت دموکراتیک تشکیل بشه، یک دولت موقت باید بتونه کشور رو مدیریت بکنه، موقتا مدیریت بکنه. ما این انتظار ما این هست که این توقعات رو به مردم ایران ارائه بدیم، برای اینی که یک معیاری رو داشته باشند برای قضاوت درباره آنچه که قراره به سرشون بیاد. مردم ایران از ایرانیان خارج دور هستند، اونا رو فقط از طریق مصاحبه هاشون، نوشته هاشون میشناسند یا بعضی از فعالیت هایی رو که دارن. ما میخوایم بگیم که به مردم رو این خط کلی رو یکم بشکافیم، بگیم مردم شما میدونین چی نمیخواین و اون حکومت اسلامیه. به نظر ما شما حکومت اسلامی رو نمیخواین، شما حکومت استبداد مذهبی رو نمیخواین. این چیزیه که تو خیابون ها مردم داد میزنن. حالا صحبت بر سر اینه که خب این مردم چه میخوان؟ اونی که خواسته فقط این نیست که ما رفاه و آزادی و خوشبختی میخوایم. خب این رفاه و آزادی و خوشبختی چه پروسه‌ای رو باید داشته باشه و چطور مردم بتونن چک بکنن که این گروه هایی رو یا افراد یا شخصیت هایی رو که قرار مبارزات اونا رو رهبری بکنن واجد چه خصوصیاتی باید باشن، چه مواضعی رو باید داشته باشن، چه اقدام عملی میتونن بکنن در رابطه با وضعیت داخل ایران، در رابطه با سیاست خارجی، درباره تأمین امنیت مردم بعد از فروپاشی، آب و برق و نان و آزادی مردم، لغو اعدام، لغو قوانین قرون وسطایی اسلامی مثل سنگسار، مثل اعدام، مثل شکنجه. مردم باید اینا رو بدونن، یعنی بفهمن که چه توقعی میشه داشت از اون شورای رهبری، چه توقعی از دولت موقت باید داشت. ما اگر بتونیم این رو جا بندازیم و بیان بکنیم به مردم ایران، یک توقع ما از این کنگره برآورده شده، زمینی که اون برنامه‌ای رو که برای آینده مهستان خواهیم داشت که در همین کنگره راجبش صحبت خواهد شد، اون موقع ما وارد فاز دیگه‌ای میشیم. اول ما میگیم توقعمون چیه، بعد میریم ببینیم خودمون چیکار میتونیم بکنیم توی همون توقعات. کاملا درسته. خب دیگه اول باید هدف رو تعیین کرد، بعد ببینیم که ما رسیدن به این هدف چه وسائل و ابزاری نیاز داریم و آیا در توان ما هست اجرای این هدف یا اینکه چه کمبودهایی رو داره، باید به دنبال اون کمبودها رفت. اما تو صحبتت اشاره میکنی به خواست مردم. به نظر من ما یه اشتباهی این وسط صورت میگیره و اون اینه که فکر میکنیم در ایران مردم رهبر دنبالش میگردن، در حالی که به نظر من وقتی به حرکت مردم در ایران، به حرکت‌های اعتراضی مردم در ایران نگاه میکنیم، میبینیم که فرض کنید که معلمین، کارگران، زنان، هر قشری رو که میبینیم روی صحنه اعتراض میکنن، طبیعتا اینا صاحب رهبرن، یعنی یه رهبریتی رو دارن. بی خودکی یارو را نمیفته بره در مجلس بگه آقا هوا خوبه پس من برم امروز در مجلس اعتصاب کنم، اعتراض کنم. حتما یه رهبری وجود داره، یه سازمانی وجود داره، اینا رو از پیش با حرف میزنن، گفتگو میکنن و یه روزی رو تعیین میکنن، یه شعاری، همون گونه ای که شما الان در خارج از کشور داشتید راجبش حرف میزنی و بر اساس اون برنامه و امکاناتشون خودشونو تجهیز میکنن، میان در مقابل مجلس، هر جا که میرن اعتراض میکنن، مقابل فرمانداری، هر کجا.
مشکلی که ما در خارج کشور داریم اینه که باید اولا اینا رو به رسمیت بشناسیم به باور من، و در جهت این گام برداریم که این جویبارهای کوچک رو تبدیل به نهر و نهرها رو به هم پل بزنیم، ارتباط پیدا بکنن که تبدیل به سیل خروشان بشه که بنیاد این نظام رو از جا برکنه. من فکر میکنم ما باید تو این جهت حرکت کنیم. تا نظر شما چیست؟ چی فکر میکنی؟ چون به باور من اینا صاحب رهبر و سازمان و اینها هستن، فقط ارتباطشون با همدیگه قطعه. ما باید یه تلاشی بکنیم که اینا رو به همدیگه مرتبط بکنیم، صدای اینا رو منعکس بکنیم تو خارج کشور. آقای بهبهانی، ما در ایران دو دسته مشکل داریم. بفهم. یکی مشکل کلانه، یکی مشکل خورده. مشکل کلان حکومت اسلامی ایرانه، یعنی تمام آحاد مردم ایران با این حکومت مشکل دارن، به لحاظ درمانی، به لحاظ نان، آب، هوا، آزادی، عزت. همه این آحاد ایران با این حکومت مشکل دارن. من راجع به اون دار و دسته هایی رو که راندخار حکومت هستن صحبت نمی کنم، راجع به اون بخش مردم صحبت می کنم، اکثریت قاطع مردم ایران، ملت ایران صحبت می کنم که این مشکل کلان رو دارن. مشکل کلان وجود حکومت اسلامیه. ولی یه مشکل دیگه هم هست، یعنی اون فرد ایرانی که زندگی میکنه، فرض میکنیم کارگر هفت تپه هست، اون 3 ماه حقوقش رو ندادن، یک مشکل داره با کارفرماش و تلاش میکنه از طریق گفتگو کردن، اعتصاب کردن، مبارزه کردن، از هر راهی بتونه حقوق عقب افتادش رو که حقشه، حقی که تازه یه مقدار زیادیش خورده شده، میخواد با ما بقیش رو بگیره. من به این میگم مشکل خورد. مسئله فرض میکنیم اقوام ایرانی، اینها مشکلی رو دارن با حکومت اسلامی، همون مشکلی که زنان دارن، همون مشکلی که دهقانان دارن، مال باختگان دارن. اینها مشکلاتی هست که بخشی هست، یعنی مال باختگان اون جریان کاسپیان، اونها پولشون رو دزدیدن، جمع میشن میخوان پولشون رو بگیرن. حالا سوال اینه که آیا پولشون رو پس میگیرن یا یه کمیش رو بهشون میدن؟ آیا اون مشکل خوردن، منظورم خورد در خوردیشه، در کوچیک بودنشه، حل خواهد شد یا نه؟ ممکنه حل بشه، ممکنه حل نشه، ولی یک اصل وجود داره. مشکل کلان مشکلی هست که در آحاد ملت ایران، مردم ساکن ایران مشترکه و اون معضل حکومت اسلامیه. مال باختگان ممکنه یه گروه داشته باشن، یه عده مدیر داشته باشن که اون تظاهراتشون و بسنشستاناشون رو رهبری بکنه. من راجع به اون صحبت نمی کنم. صحبت شما درسته، باید تونست که اینا رو به همدیگه وصل کرد، ولی این وسط این هست که مال باختگان باید بدونن که در یک وجه، در یک خط مشخصی مشترکی هستن با مردم بلوچه که بی حق شدن، بی حقوق شدن، با کارگران هفت تپه، با کارگران هپکو. یعنی یواش یواش ما میریم به اون معضل کلان که حکومت اسلامی هست. اون معضل کلان احتیاج به یک رهبری رو داره که متفاوت جنس این رهبری و هدف، استراتژی و تاکتیک های این رهبری با اون رهبری مبارزات خردی رو که من الان گفتم، در هفت تپه، در هپکو، در هموطنان و کرد ما، بلوچ ما، عرب ما، ترک و آذربایجانی ما، مردم خراسانی رو که دیگه آب ندارن، مردم یزد و کرمان که آباشون داره خشک میشه، اصفهانی ها و همه اینا.
ببین یک تفاوتی هست بین این مبارزات بخشن قش اقشار مختلف مردم و یک مبارزه برای تغییر حکومت. اون مبارزه برای تغییر نظام و حکومت در ایران احتیاج به یک رهبری رو داره از جنس دیگه ای، که البته اون رهبری رو که این رهبری رو که فرضی که ما الان راجبش صحبت میکنیم ناگزیر هست که در تماس بتونه تلاش بکنه تماس داشته باشه با اون مدیریت هر کدوم از این بخش ها، با مردم کردستان، سازمان هایی که ایرانی هستند و خواهان حفظ تمامیت ارضی ایران هستند ولی در ستم چند لایه حکومت اسلامی قرار دارند، مردم آذربایجان و غیره. نمیدونم، من این تفاوت مبارزات و معضلات خرد رو با کلان تونستم توضیح بدم آقای بله، بهبانی. ولی پاسخ من رو هنوز منتظرم بشنوم که چگونه باید این رودهای کوچیک رو تبدیل به رود بزرگ کرد، این نهرها، این جویبارا رو چجوری میشه اینا رو پل زد بینشون؟ من فکر میکنم تا وقتی که یک شورای مرکزی، یک شورای رهبری مرکزی برای حل معضل حکومت اسلامی ایجاد نشه، این ارتباطات بین این اجزای مختلف مبارزاتی در ایران انجام نخواهد شد و در اونجا یک خطر هم وجود داره و اون خطر یه نوع هرج و مرج هست، از کنار هم رد شدن کردستان. تمام کردستان شاهد بودیم که اعتصاب کردند، بازار اعتصاب کرد، مردم اعتصاب کردند، ولی در نمیدونم اصفهان اعتصاب نکرد، شیراز اعتصاب نکرد به خاطر وضعیت کردستان. در حقیقت مسئله اصلا مربوط به کردستان نبود. سه تا جوان ایرانی کرد رو حکومت اعدام کرده بود، یا به زبان من به قتل رسونده بود. درست. چون کسی که در یه پروسه روند دادگستری قرار نگیره اون به قتل میرسه، نه اینکه اعدامش کنن، چون اعدام یک مجازاتیه که باید پروسه قانونی خودش رو بگذرونه. در ایران پروسه قانونی دادگستری وجود نداره. دادگستری در ایران یک مافیای بزرگ مالیه، یک مافیای بزرگ سیاسیه، هیچ ارتباطی به دادگستری نداره. سه تا جوان ایرانی رو به قتل رسوندن در زندان. از طرف دیگه حکومت اسلامی به خاک کشور عراق تجاوز نظامی کرده، گلوله باران، موشک باران کرده، پناهندگان ایرانی رو که در عراق و در اقلیم کردستان پناهنده هستند و البته فعالیت سیاسی میکنند، اونها رو کشته. تعداد زیادی اونها رو، و اونها یک کنگره حزبی داشتن و تعداد زیادی از اونها رو کشته. مسئله بر سر فقط کردستان نیست. من متوجه هستم که خیلی از هموطنان ما از تجزیه طلبی میترسن. من کاملا اینو میفهمم، ولی اینجا مسئله تجزیه طلبی نبوده. مسئله تجاوز حکومت اسلامی ایران بوده به خاک یک کشور دیگه. همونقدر اهمیت داره که بقیه کشدار و فسادی رو که حکومت اسلامی در ایران به راه انداخته. ولی متاسفانه میبینیم مردم عراق، بازار عراق درشو نمیبنده، تهران واکنشی نشون نمیده. برعکسش هم هست، در اون روزهای دیماه و بعد از دیماه میبینیم که در کردستان و در آذربایجان اونقدری که در عراق و در هشتگرد و اصفهان و شیراز این مبارزات صورت میگیره، در اون جهان نمیگیره. این نشون دهنده این هست که چه اهمیتی داره اون شورای رهبری که بتونه همه این مبارزات رو با همدیگه وصل بکنه. و اون شورای رهبری اگر که تشکیل شده باشه از شخصیت ها و گروه های با نفوذ ایرانی از هر قوم و تیره ای که باشند، فقط به شرطی که اینها دموکرات باشند، خواهان دموکراسی، آزادی، عدالت باشند،
و مذهب و ایدئولوژی رو نخوان در کشورداری دخالت بدن. اینا این تنها شرطش اینه که در چارچوب یک حفظ کشور ایران بخوان به این اهداف برسن. خب اون شورای رهبری هست که این کارا رو میتونه انجام بده. ما الان در این در وضعیت کردستان که لابد شما بارها راجبش مصاحبه کردین با کنشگران مختلف، همین اتفاقاتی که افتاده، 5 تا از این سازمان ها که به لحاظ تاکتیکی استراتژیک هم خیلی خیلی با هم متفاوتن، اینها در حقیقت اون اعلامیه اعتصاب رو اونها دادن و این مردم کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، حداقل شهر کرمانشاه، اینها جواب مثبت دادن. این خودش نشون میده که کار کلان چقدر میتونه مؤثر باشه، تا اینکه فقط مثلا کارگران فرض میکنیم یه کارخونه در مهابات دست به اعتصاب بزن، نه اینکه بخوایم ارزش اونا رو بیاریم پایین. جنسشون با هم دیگه فرق داره. بازم پرس جواب شما رو ندادم آقای بهبانی؟ چرا دیگه، نیاز مبرم است به یک تشکیلات منسجم در خارج کشور. همه هدفم این بود که به این نقطه برسیم که نیاز هست به یک تشکیلات منسجم در خارج کشور که بتونه همه اینا رو گرد یک موضوع مهم، اونم براندازی نظام، در حقیقت بتونه جامعه رو به یه سمتی ببره که از هرج و مرج دورش بکنه. برای اینکه الان در ایران شرایطی وجود داره که در حقیقت همه دارن میگن دیگه تحمل نداریم، نمیتونیم تحمل کنیم. قیمت اجناس سر به فلک زده. طرف میگه من یه دانشجو دارم، پسرم دانشجوه، گرچه که به دانشگاه دولتی میره، ولی هزینه همون دانشگاه دولتی رو نمیتونم تأمین کنم، خرج زندگیم رو نمیتونم تأمین کنم. مردم به سمت یک جایی رفتن که دیگه واقعا تحمل هیچی رو ندارن، هیچ امیدی را هم ندارن. حالا یه دوره ای این نظام اهریمن صفت میتونست اینا رو گول بزنه، نمیدونم با اصلاح طلب که نه خاطئی میخواد بیاد اصلاحات بکنه، نمیدونم ما رو ببره به سمت یه تمدن بزرگ اسلامی، نمیدونم، ولی دیگه مردم این حرفا رو نمیخرن. دیدن احمدی نژاد هر چی داره میگه بهش میگن آقا دروغ نگو، تو خودت همه اینا رو تایید میکردی، میگفتی ما تو کشورمون گی نداریم، دستگاه قضایی مستقله، اینجوره اونجوره. مرد اینا که اعتصاب کردن اعتراض میکنن خس و خاشاک، حالا که نوبت خودت شده اومدی از این ور داری حرف میزنی. بنابراین باوری وجود ندارد. برای ایجاد این باور بایستی که حتما یه تشکیلات منسجمی وجود داشته باشه. من پرسش قایی نهاییم از شما اینه، آیا این کنگره ها میتونه مردم رو به سمت این امید ببره؟ کنگره ها خب شامل همه کنگره ها میشه، ولی اگر منظور کنگره های جنبش سکولار دموکراسی ایران هست، ما تلاش خودمون رو میکنیم آقای بهبانی، و تمام عشق ما، آرزوی ما و هدف ما چیزی نیست جز آزادی ایران از ستم مذهبی و از استبداد، جز این کار دیگه ای رو نداریم و در این جهت کار میکنیم. اینی که آیا ما میتونیم، ما امیدواریم و تا اینجا پیش اومدیم، اینی که وسط کار ول نکردیم بریم، نشون میده که ما ادامه دادیم و ادامه خواهیم داد. ولی به هر حال ما با این ادهی رو که شما اسم بردین رو نمیتونیم بریم ایران رو فتح بکنیم. اون دوران گذشته. اون فتح ایران توسط ملت ایران باید صورت بگیره. ما تلاش خودمون رو داریم میکنیم برای جلب شخصیت ها، برای گرد هم آوردن گروه های سیاسی رو که به آزادی و آبادی ایران فکر میکنن. این کارو ما داریم میکنیم، شبانه روز میکنیم و تا حالا تونستیم یه موفقیت هایی رو هم داشته باشیم به غیر از اینی که ادامه دادیم. ولی اگه تحولات این جنبش سکولار دموکراسی رو
اش مطالعه بفرمایید، شما بینندگانتون میبینید که ما به یک موفقیت هایی رسیدیم. ما تونستیم در ظرف چند ماه اخیر حزب ما، حالا راجب مهستان صحبت کردیم ولی من جمله ایرم راجع به حزب سکولار دموکرات ایرانیان بگم، ما تونستیم با حزب مشروطه ایران که یک حزب پادشاهی خواه، پادشاه پارلمانی میخوان، حزب ما یک حزب جمهوری خواهه، ما سعی کردیم این اختلافات رو به حداقل برسونیم، بگیم تعیین نظام پادشاهی نمادین، پادشاهی تشریفاتی و جمهوری نمادین و یعنی رئیس جمهور یا پادشاه نمادین، اینها مربوط به قانون اساسی ایران و رفراندومیه که بعدش باید صورت بگیره. حزب مشروطه ایران یک حزب لیبراله و حزب ما یک حزبی که طرفدار عدالت اجتماعی هست، ولی ما هر دومون میدونیم که هم عدالت اجتماعی هم لیبرالیسم مسائلی هست که در فردای ایران زمانی که انتخاباتی در اونجا صورت گرفت و دولت دموکراتیکی تشکیل شد، این احزاب قادر هستند برنامه‌هاشون رو پیش ببرن. بنابراین ما جنگمون رو بر سر این مسئله که الان اصلا محلی از اعراب نداره جز منحرف شدن از مسیر اصلی، ما اینا رو آوردیم به حد اقل رسوندیم و تونستیم تا حالا 5 تا اعلامیه مشترک با هم دیگه بدیم. خب این کار رو ما، همین کار رو به اتفاق دیگران مشغولیم، اونها هم حزب مشروطه ایران هم مشغول هستند. بنابراین این امیدهایی هست وقتی که ما اون میثاق ملی رو منتشر کردیم برای به حد اقل رساندن اختلاف بین جمهوری خواهان و پادشاهی پارلمانی خواهان، ما رسپانس یا حمایت پشتیبانی زیادی رو گرفتیم از خود شخصیت های سیاسی و گروه های سیاسی. خب این یک جرقه، یک نوریه که از یک جایی حاصل زحماتی بوده که این ایرانیان که در خارج از کشور هستند انجام دادن. یه نکته دیگه هم بگم که فقط خارج از کشور نیست، این افراد در تماس مستقیم هستند با ایرانیان فرهیخته داخل کشور که متاسفانه به دلیل اون دیکتاتوری و سرکوبی که هست، اونها خودشون قادر نیستن که این کارا رو انجام بدن، این کار کلان رو. و آره، ما یک موفقیت هایی رو به دست آوردیم. بله درست میگی، یعنی من خوشحالم که این موضوع رو شما مطرح میکنی که این یک ماجرای دو طرفه، یعنی اینکه اون سازمان ها و تشکیلات دیگر هم قدم جلو گذاشتن، یعنی اونا هم پذیرفتن. فقط این نیست که، خیلی زیبا گفتی شما و ازت ممنونم، این حسن اخلاق رو نشون میده که میگی که اونا هم حاضر شدن بیان. یعنی اگر فقط شما گفته باشی کمک نمیکنه، مهم اینه که او هم پذیرفته که در این راه قدم برداره و این نقطه امیده. من ازت ممنونم، سپاسگزارم که مسائل رو اینگونه تعریف میکنی و فقط از جانب خودتون نمیگی، بلکه این رو اعتراف میکنی که اونها هم کوشش کردن که به این نقطه برسیم. امیدوارم این کوشش ها به نتیجه برسه زودتر، برای اینکه ما در شرایط بسیار بدی به سر میبریم. امیدوارم این کوشش ها نتیجه بده و اون هدف کلانی رو که مطرح میکنیم بهش برسیم. پیام آخر با شماست، خوشحال میشم بشنوم. پیام آخر اینه که امیدوارم که همه دوستانی رو که شخصا به کنگره فرانکفورت میان 22 و 23 و همه دوستانی رو که از طریق ماهواره یا از طریق تلویزیون میهن این کنگره رو دنبال میکنن، به اون چی رو که توقع دارن از این کنگره، از این نشست ها برسن و اگر در اون زمینه ها نکته ای رو دارن و صحبتی رو دارن و انتقادی رو دارن، حتما برای ما بفرستن و ما بتونیم کارمون رو
کارمون رو بهتر بکنیم، اشکالاتمون رو برطرف بکنیم. پیام من اینه که با ما تماس بگیرید، از طریق سایت ما، از طریق فیسبوک ما، اینستاگرام ما، با ما تماس بگیرید. ما در تماس با شما خواهیم بود. اگر در ایران زندگی میکنید، ما امنیت شما رو در ایران نمیتونیم تضمین بکنیم، اونو خودتون باید تضمین بکنید. ولی ما تضمین میکنیم اینی که چیزی رو که شما نخواسته باشید رو ما علنی نکنیم، اسم شما یا عکس شما، اونطوری رو که شما میتونید خودتون رو امن احساس بکنی رو ما سعی میکنیم که اینا رو برآورده بکنیم. با ما تماس بگیرید. این کنگره رو از طریق تلویزیون میهن یا رسانه های دیگه ای رو که پخشش میکنن رو دنبال بکنید. سپاسگزارم آقای بهوادی. سپاسگزارم از حضورت. به امید دیدار شما در شهر زیبای فرانکفورت و آرزوی پیروزی برای تک تک کوشندگان، برای اینکه هر کدوم که بالاخره موفق بشن همه ما موفق شدیم. سپاسگزارم از فرجه‌ای که در اختیار ما گذاشتی. امیدوارم در راهتون پیروز و موفق باشید و بتونیم این گفتگوها را ادامه بدیم. سپاسگزارم آقای ممنون هستیم. جناب بهبانی، سفرتون خوش. متشکرم. برای شما هم همینطور. ممنون. زنده باشید. هر شنیدیم فرمایشات آقای یزدیان رو. امیدوارم این صحبت‌ها کمک کنه به ما روشن بشویم و دست در دست هم نهیم به میهن خیش را کنیم آزاد. از اینکه دنبال کردی از شما نازنینان هم سپاسگزارم. برای تک تک شما خوبان هم آرزوی بهترین دارم. خواهش میکنم سایت میهن تیوی رو دنبال کنید، به دوستانتون معرفی بکنید، به این شبکه بیان دنبال کنن، اپلیکیشن رو حتما دانلود کنید، کمک میکنه. به دوستانتون هم بگید چجوری به اپستور برن، تا بنویسیم میهن ظاهر میشه میهن تیوی، اون رو اینستال کنید، کمک میکنه. به شبکه های اجتماعی مراجعه کنید، آدرس ما تو تمام این شبکه ها هست، میهن تیوی یک. خوشحال میشیم که البته این یک علتش اینه که این اوباش و اراذل وقتی که ما در یوتیوب بودیم آدرسمون بود میهن تیوی، هنوز هم هست. رو صفحه وبسایت ما بری اون پایین نوشته آرشیو ویدیوهای گذشته، اونجا آدرسش بوده میهن تیوی. ولی این دشمنان، این اراذل و اوباش یه دستاندازی ایجاد کردن و ما یه کانال جدیدی درست کردیم، مجلسون اسمش بذاریم میهن تیوی یک. به سبب اون بقیه را هم تغییر دادیم به میهن تیوی یک. هیچ قصد دیگری نبود الا مبارزه با اوباش و اراذل. بنابراین به شبکه های اجتماعی مراجعه بکنید، سابسکرایب کنید، مشترک بشید، لینک ها رو شیر کنید، لایک کنید و تا به دست سایرین هم برسد. از اینکه همدلی میکنی، از اینکه همراهی میکنه از تک تک شما نازنینان سپاسگزارم. برای شما نازنینان آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگر و گفتگوی دیگر. از اینکه گفتم به سفر میرم از هفته آینده، نیستم در خدمتتون، ولی تلاش میکنم تا اونجایی که ممکنه خللی در برنامه ها ایجاد نشه. اما اگر کمبود اینترنت بود، مشکل بود، حتما تمهیدی خواهیم جست که بتونیم برنامه ها رو توی شبکه قرار بدیم تا شما هم بتونید ازشون استفاده کنید. حمایت مالی رو فراموش نکنید، نیازمند کمک شما هستیم. این راه پرپیچ و خم بدون حمایت شما امکان نداشته تا اینجا برسه. از اینجا به بعد هم نیازمند کمک شما هستم. سپاسگزارم. ممنون از همه مهر.